You better love me. واتس اپ چیتونی خوش اومدین به یه ویدیو جدید. من ترنت شما امروز و اینکه با هم دیگه بریم ببینیم که توی ویکندا ما تو کانادا چی کار میکنیم. یه ویلای هست لب آب و به قول معروف ویلای خیلی خفن میخوایم آخر هفته بریم اونجا. راه خیلی قشنگی داره، خودش هم که گفتم لب ساحله دیگه بی نظیر، عالیه. به قول معروف اینجا بهشون به اونجور ویلا میگن کاتج که برای آخر هفته میرن و ما هم میخوایم بریم اونجا. الان یه 2 ساعتی تقریبا با تورنتو فاصله داره، ولی خب دیگه خیلی شهر قشنگیه دیگه. اون بول معروف راهه میخره دیگه اون ویو رو اینا رو. باطر همین دیگه زیاد حرف نمیتونم، فقط بهتون بگم که مرسی از تعداد سابسکرایبرامون که همینجوری داره میره بالا، خیلی بیشتر شده تعدادش. و شمایی که دارین ویدیو رو میبینین لطفاً دیگه، من اینا ولاگ و اینا براتون دارم میگیرم، حداقل سابسکرایب برای شما مجانی، ولی برای من یه دنیا ارزش داره. اون دکمه قرمز رو بزن سابسکرایب کنین، اون زنگوله رو بزنین، ما ویدیو گوشیم سری شما اولین نفر ببینین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنین. پس بدون معطلی بزن بریم سراغ این ویدیو. لتس گو. در اصلی ویلا بریم که بهتون نشون بدم. بازم سلام و let's go. خب وقتی وارد میشیم در زیبا و اینور ورودی هست، اینترنس اینور ببینید. اینجا حال خونه هست، همه خواب من نمیخوام کلی حرف بزنم. اینجا حال خونه هست، اینی که اینورم آشپزخونه شه، برداری افتضاح من و بعد اینجا هم همونطور و اینجا هم که موبیل داره. سقف خونه رو من خیلی دوست دارم. سقف خونه شو ببینید، سقف خونه خیلی بلنده. اینجا هم که میایم اتاقا سال همه خواب هم من نمو خیلی اسپانیش کنم، ولی اینجا اتاقا ما 4 تا اتاق داره اینجا. و بله میریم اینور به سمت بالکن. البته اینجا حالا آرنیکا هست و نیکان. البته سلام علیکم. اینجا بالکنه، یه سری الان یه دقیقه اسپول کردیم، اشکال نداره. و به به ویو رو شما تماشا کن، فقط ساحل اختصاصی. اینجا لیکه، یعنی دریاچه و دریا نیست، این خیلی کوچیکه. البته طبیعتا خب دریا نیست دیگه لب آب، ولی اینجا میبینیم اینجا هم یه دنه به قول معروف دک داره، یه تاقچه و
اینورم به این زیبایی تماشا میکنیم این چیزو. و اینجا هم که قسمت بالکنشه، ولی واقعا این ویو خیلی خداست. ما هم حالا قبل اینکه ویدیو رو بگیرم واقعا اومدم دیگه نترسه خودم کنسان کنم، سری قایقو انداختیم تو هم رفتیم یه دور زدیم و خیلی خدای خوش گذشت. حالا بریم که طبقه پایین رو بهتون نشون بدم. آقا با این ویوی خیلی قشنگ براتون بگم که آقا پلن از چی قراره. من قرار شد که توی این 30 روز بتونم تا 10 تا ویلاگ براتون بگیرم توی 30 روز و این 10 تا ویلاگ رو توی همین یه ماه براتون بذارم. حالا بستگی داره به چیا، این که ببینم لایک های این ویدیو چقدر میشه. اگه لایک های این ویدیو رو از 50 تا رد کنین اون ویدیو رو براتون توی همین یه ماه میذارم، ولی اگه نه تو روتین خودمون هفته یه دونه براتون میذارم که خب 10 تاش تقریبا دو ماه و نیم طول میکشه تا ببینید. ولی اگه میخواین میتونین که 50 تا لایک فقط برای 50 نفر، آقا یوتیوبرای بزرگ 50,000 تا 100,000 تا لایک میخوام، 50 تا دونه من لایک ازتون میخوام. تقریبا الان 500 تا سابسکرایبر داریم، یعنی یک دهم دیگه. آقا ببینین لایک کنین، حال کنین دیگه. قشنگ کجای دنیا کدوم کانتنت کریتور کانادایی میاد براتون اینقدر هزینه میکنه حال میکنی خدا وکیلی. پس خب بریم که به قول مرم نهارم خوردیم، یه چرت ریز بزنیم، سری بشینیم تو قایق، بریم که شنا کنیم و حال کنیم و خوش بگذرونیم. خب گایز، آقا من الان داشتم ویدیو رو همونجور که دیدید ادیت میکردم و یه چیز خیلی بد متوجه شدم. الان من فهمیدم که نصف تقریبا بیشتر ویدیوها نیست و پاک شده. چرا پاک شده؟ چون من تو سفر که بودیم یه کاری داشتم و موبایلم استوریجش رو نیاز داشتم، حافظه داخلیشو، و پر بود و من قبلا تو ستینگ موبایلم تیک این که اگه پر بود اتوماتیک خودش جدیدترین ویدیوهایی که خیلی استفاده نشده رو ریموف کنه رو زده بودم و خود به خود موبایل من دیلیت کرده بود اون ویدیوها رو. تقریبا چانس آوردم باز حداقل همین فود ویدیوهایی که هست همین الانم و واقعا اصلا بقولم خستگی این کار تو تنم موند. کلی ولاگ براتون گرفته بودم، این ویدیو تقریبا 17-18 دقیقه ولاگ بود، خیلی ادیت شدهش. فکر کنم مثلا یک ساعت اینطورا تقریبا بدون ادیتش ویدیو میشد براتون. کلی چیزای جالب، مثلا فکر کنم طبقه دوم طبقه پایین ویلا اصلا نیست، طبقه پایین ویلا میز بیلیارد داشت، کلی به قول معروف کانتنت یا اصلا کلی سرگرمی داشت. بعد اصلا بکیارد پایین، اصلا نمیدونم واقعا چجوری بگم. من کامل هاوس رو کامل براتون گذاشته بودم، بعد رفته بودیم مثلا کوهنوردی، همه اینا رو براتون ولاگش گرفته بودم. قشنگ با گیمبالم گرفتم که حتی مثلا لرزش دستم حتی نتونین احساس کنین که مثلا یه وقت چیز نشه. ولی الان واقعا بدجور خورد تو ذوقم که نتونستم، یعنی واقعا اینا رفته و هر کاری کردم. الان تقریبا نزدیک 2 ساعته که من دارم تلاش میکنم برگردونم، ولی چون تقریبا یه هفته از اون قضیه میگذره و دیگه نهایتا تا 48 ساعت میتونی برگردونی فیلم ها رو، دیگه نمیتونم هیچ کاری بکنم و بر نمیگرده دیگه. خیلی کانتنت های زیادی داشتیم دیگه، واقعا اصلا
اینه که شما داری میبینید تازه اصلا اینترو حساب میشود در مقابل چیزی که ما من داشتیم. مثلا ما داشتیم برمیگشتیم یهو وسط خمون یه گله گوز داشتن رد میشدن، گوزن کانادایی. خب خیلی اونا خیلیاتون شاید اصلا ندیده باشین تا حالا همچین چیزایی، و خب اصلا واقعا خیلی سرم درد میکنه، نمیدونم چی. ولی فقط تنها کاری که شما الان میتونید بگوین منو یه کوچولو از این قول معروف حال بد در بیارین که فقط حمایت کنین ویدیو رو. اگه میتونین ویدیو لایک کنین، سابسکرایب کنین، خیلی خودش حمایت بزرگه. و این واقعا یه تجربه شد، تجربه شد که من بدونم نباید این کارو بکنم. به قول معروف چی میگن، نباید بی خودی این کارو بکنم. از این حالا من خیلی هم شانس آوردم، من اکثر ویدیوها رو رو لپتاپ ادیت میکنم 90%، و این یه دونه رو دیگه شانس که چون وقت اضافه داشتم می‌خواستم موبایلم، چون لپتاپ نداشتم می‌خواستم موبایلم ادیت کنم، و دیدم که نه هیچکدوم از ویدیوها نیست، حتی تقریبا 70%ش، و اصلا خیلی ناراحت شدم. بقیه ویدیو اصلا نصف کار ول شد، ولی گفتم اینو براتون بگم که بدونین چی، چون واقعا حیفم اومد. همین قدرش هم باز بالاخره شاید خیلی دوست داشته باشم ببینن، باهاتون گفتم همین قدرش هم بذارم. ببخشید اگه صدام یک کوچولو غمناکه به قول معروف، چون خیلی واقعا ناراحت شدم از قضیه، ولی اشکال نداره، آدم در سختی ها رشد میکنه. سوسماس نه، ولی واقعا بعضی وقتا این مشکلات آدم باید به اندازه پیروزی هاش چشم بگیره، چون خودشون کلی به آدم علم اضافه میکنن. نمیخوام به قول معروف زیاد حرف بزنم، ولی همین دیگه. اگه میخوای فقط از این ویدیو حمایت کنین، لایک کنین، چنل سابسکرایب کنید، اینستاگراممون، دیسکوردمون و همه لینک ها توی بایو این ویدیو هست. و همین، اگه دوست دارید یکی از دوستاتون هم ببینه این ویدیو رو، براش حتما بفرستین. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدین. فعلا تا ویدیوی بعدی، پیس اوت.